شهر خطی که عربستان شروع به ساختن آن کرده باور نکردنی است. سلام و وقتتان بخیر. امروز در مورد ساخت و ساز شهر رویایی عربستان صحبت میکنیم. تصاویر پهپادها نشان میدهد که ساخت و ساز در پروژه خط عربستان سعودی آغاز شده. این پروژه در ماهای اخیر به شدت مورد بحث قرار گرفته و گفتند که ساخت آن بیش از حد پیچیده است و بیشتر شبیه چیزی مانند یک فیلم علمی تخیلی است. اما اکنون که ساخت و ساز آغاز شده، این روند چگونه خواهد بود؟ آیا این میتواند آغاز بزرگترین پروژه بزرگ جهان باشد یا اینکه به یک اشتباهی ساخت و ساز تریلیون دلاری تبدیل می شود که در نهایت رها خواهد شد؟ در ادامه با ما همراه باشید. طرح دقیق خط توسط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جولای 2022 رونمایی شد. او دو آسمان خراش موازی شیشه‌ای بازتابنده به ارتفاع 500 متر را پیشنهاد کرد که قرار است 170 کیلومتر از صحرا بگذرد. خط تنها بزرگترین پروژه بزرگ نیست که تاکنون ارائه شده. این یک روش جدید برای زندگی است که هیچ ماشینی در داخل شهر وجود نخواهد داشت و هر چیزی که نیاز دارید با 5 دقیقه پیاده رو با آن می رسید. تمام انرژی از طریق مزارع بادی و خورشیدی تولید می شود و علاوه بر این هر آبی که استفاده می شود از یک کارخانه آب شیرینی کن بدون کربن تأمین می شود. همه اینها خط را به یک شهر بدون کربن تبدیل می کند. این پیشنهاد ترکیبی از شوک، هیبت و سویزن را ایجاد کرد. این پیشنهاد ترکیبی از شوک، هیبت و سویزن را ایجاد کرد. با اینکه خبری آن در تمام رسانه ها پخش شده، اما تقریبا هیچ اطلاعاتی در مورد آنچه واقعا در محل ساخت و ساز اتفاق می افتد وجود ندارد. تقریبا همه معتقد بودند که خط فقط یک شیرینکاری تبلیغاتی برای جلب توجه است، اما حدود 3 ماه پس از معرفی محمد بن سلمان اوضاع به طرز شگفت‌انگیزی تغییر کرد. ساخت و ساز آغاز شد. در 19 اکتبر 2022 تصاویر هواپیماهای بدون سرنشین از محل ساخت و ساز فاش شد. ویدیو نشان می‌دهد که آماده کردن زیربنای شهر خطی آغاز شده است. حفاری در حال حاضر بسیار از شهر دور است و به سختی می‌توان گفت که دقیقاً تا کجا پیش می‌رود. طبق نقشه رسمی در وبسایت نویوم، خط از این خلیج شروع می شود و از میان این کوها می گذرد. چون زمین و دریا در پس زمینه قابل مشاهده است، احتمالاً فیلم از جایی در اینجا گرفته شده است. حفاری ممکن است در حال حاضر 10-20 کیلومتر طول داشته باشد. علاوه بر آن، زیر ساخت های بیشتری در اطراف کل پروژه ساخته می شود. در نقشه های گوگل چندین پیشرفت قابل مشاهده است. یک سایت کامل با دفاتر و کمپ های حقیقاتی وجود دارد. از آنجایی که این تصاویر بروز نیستن، احتمالاً الان تعداد بیشتری از آنها وجود دارد. اکنون که ساخت و ساز شروع شده، سوال این است که این روند چگونه پیش خواهد رفت؟ در کل دنیا هیچ چیزی شبیه به این وجود ندارد. بنابراین ما فقط میتوانیم حدس بزنیم که در آینده چی اتفاقی خواهد افتاد. اساساً 3 نتیجه ممکن وجود دارد. اولین احتمال این است که ساخت و ساز به دلیل عدم استقبال مردم رها خواهد شد، یا مشابه برج جده یا برج نهر دبی میتواند به پروژه‌ای تبدیل شود که وضعیت ساخت آن نامشخص خواهد ماند. در هر دو مورد ساخت و ساز آغاز شد و به نظر می رسید که ساختمان ها به پایان می رسند، اما پس از آن همه چیز متوقف شد و از آن زمان هیچ پیشرفتی حاصل نشد. با این حال به نظر می رسد که این یک نتیجه کمتر محتمل برای خط است، زیرا توسط یک کشور حمایت می شود و مورد توجه گسترده کل جهان قرار گرفته است
حتی نزدیک شدن به پایان پروژه میتواند فرصت عالی برای آوردن گردشگران و سرمایه گذاران بیشتر به عربستان سعودی باشد. سناریوی دوم این است که عربستان سعودی به شدت روی برنامه‌های فعلی خود سرمایه گذاری کند و طی دهه‌های آینده این کشور واقعاً به آنچه وعده داده است دست یابد. اجرای برخی ویژگی‌ها قطعاً می‌تواند امکان پذیر باشد، مانند نداشتن ماشین، تولید 100% انرژی تجدیدپذیر و اجرای ایده زندگی عمودی. با این حال زمانی که صحبت از بزرگی پروژه به میان می آید به نظر می رسد که غیر قابل انجام باشد. قبلا اشاره کردیم که این خط قرار است ارتفاعی مشابه با بزرگترین مرکز تجاری جهان برج وان داشته باشد که تکمیل آن حدود 8 سال طول کشید. عربستان سعودی می‌خواهد سازه‌ای به ارتفاع مشابه اما به طول 170 کیلومتر بسازد. این اساساً شبیه ساختن یک نوار پیوسته از 2000 برج وان است و از آنجایی که قرار است دو سازه خطی ساخته شود در واقع مانند ساخت 4000 برج وان است. اگر 4000 را در 8 ضرب کنیم به 32000 سال می‌رسیم. البته عربستان سعودی خط را بسیار سریع‌تر می‌سازد زیرا هر گروه می‌تواند همزمان روی چندین قسمت کار کند، اما این مقایسه مقیاس را به خوبی نشان می‌دهد. اساساً این کار قرن‌ها طول می‌کشد. با یک مثال دیگر توضیح می‌دهم. حدودی 40000 کارگر 103 دره را در چین ساختند که 17 سال طول کشید، اما ارتفاع آنها تنها 180 متر و طول تنها 2.5 کیلومتر که در مقایسه با خط بسیار کوچک است. یک سناریوی سوم هم وجود دارد. با توجه به اینکه آنها ساخت و ساز را آغاز کردن ممکن است توافق وجود داشته باشد. ما پرسیدیم که آیا این میتواند بزرگترین پروژه بزرگی باشد که بشر تا به حال دیده است یا یک اشتباه تریلیون دلاری در ساخت و ساز. اما شاید گزینه دیگری وجود داشته باشد. عربستان سعودی میتواند آن را بسازد اما نه با طولی که تصور میکند. آنها میتوانند پروژه خط را قسمت به قسمت بسازند. بسته به تقاضا میتوانند در صورت نیاز طول را افزایش دهند. علاوه بر این ارتفاع خط میتواند تنظیم شود و پروژه بسیار آسانتر ساخته شود. با نیمی از ارتفاع کل مفهوم زندگی عمودی ثابت میماند و همه ویژگی ها هنوز قابل اجرا هستند. حتی اگر این خط در مقیاس بسیار کوچکتر ساخته شود میتواند اولین شهر مدرن بدون ماشین در جهان باشد و جهان را با شیوهی کاملا متفاوت از زندگی آشنا کند. در سرتاسر جهان ابتکارات متعددی برای بدون ماشین سازی شهرها وجود دارد. با این حال این موارد به جای حذف کامل ماشین یا خودروها به کاهش استفاده از آنها محدود شده. بیشتر شهرهای بزرگ حول محور ماشین قرار دارند، بنابراین تلاش برای تغییر این امر بسیار پیچیده است. با خط آنها می توانند از صفر شروع کنند. این پروژه می تواند اولین شهر بزرگ در قرن 21 باشد که در آن تعداد سفرهای ماشینی به صفر می رسد. تمام امکانات اولیه یک جامعه در فاصله قابل پیاده روی در نظر گرفته است و اگر نه یک سیستم راه آهن زیرزمینی پیشنهادی می تواند برای سفرهای طولانی تر در کل شهر خطی استفاده شود. در سال 2030 افرادی به این شهر نقل مکان می کنند و در جامعه مدرن اما با مقیاس کوچک زندگی می کنند. این پروژه است که بسیاری از کارشناسان آن را غیر ممکن می دانند، به ویژه در زمان بندی بسیار فشرده. آنتونی ویز مدیر برنامه ریزی شهری نیوم گفت من می خواهم در این مورد رو راست باشم. نیوم یک کاری پیچیده، جسورانه و بسیار جاه طلبانه است و مطمئناً ارائه آن آسان نیست، اما ما در حال پیشرفتی قوی هستیم و دیدن تحقق این چشم‌انداز هیجان انگیز است. از سوی دیگر بسیار از کارشناسان که درگیر این پروژه نیستند نگرانی های دیگری را مطرح می کنند. مارشال براون استاد معماری در دانشگاه پرینستون گفت
پدیده‌های فیزیکی و محیطی زیادی وجود دارد که باید برای دستیابی به شخصیت فوق‌العاده مینیمال و منحصر به فرد که شهر خطی پیشنهاد می‌کند با آنها مقابله کرد. نظر شما چیست؟ آیا این پروژه موفق خواهد شد؟ تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.